دوستان سلام، خوشحالم که این سه‌شنبه شب هم در خدمت هستم. واقعیتش اینه که قرار بود من مهمان گروه انجمن علمی به اصطلاح گروه فلسفه دانشگاه اصفهان باشم و از اونجا دوستان فایلای صوتی امشب رو به گروه خودمون به اصطلاح فوروارد کنن. متاسفانه من به گروه دوستان که رفتم نتونستم به صورت جوینشم، یعنی من نتونستم تایپ کنم و نتونستم فایل صوتی بفرستم. من میتونم از دوستان حاضر در گروه تقاضا بکنم که به صورت فایل های صوتی رو به گروه انجمن علمی فلسفه به صورت دانشگاه اصفهان آپلود بکنن و فوروارد بکنن که برنامه‌مون رو نسبت به دوستان انجام بدیم، من انجام وظیفه کرده باشم. دوستان سلام، خرسندم که این سه‌شنبه شب هم طبق هفته‌های گذشته من در خدمت عزیزان خودم هستم. به خصوص سپاسگزارم از گروه چت بحث انجمن علمی فلسفه غرب دانشگاه اصفهان که از من دعوت کردند. چند دقیقه برنامه به تأخیر افتاد چون که ظاهرا من نمیتونستم پیام بفرستم، ظاهرا ربات اجازه نمیداد، تا اینکه دوستان مشکل رو برطرف کردن. از دوستان خوب خودم هم که از گروه ویژن ابروکمی حضور دارن میخوام که اطلاع بدن، چون من رفته بودم اونجا برنامه رو اجرا کنم، دوباره بعد از تماس دوستان ادمین گروه چت بس به اینجا بازگشتم. نکته ای که قابل توجه اینه که امروز که قرار یکم راجع به منافع ملی صحبت بکنیم، منافع ملی ایران، این در سلسله نشستهایی است تحت عنوان ایران به منزله یک پرابلماتیک و من فکر میکنم حدود 12 جلسه اگر اشتباه نکرده باشم، 12 هفته به اصطلاح من در مورد مسائل کشور صحبت کردم و اصلا طرح مسئله پرابلماتیک به چه معناست و اینکه چطور میشه یک مسئله به عنوان پرابلماتیک باشه و اصلا مفهوم پرابلماتیک در ادبیات من به چه معنا بود. بحث های تئوریک متعددی هم داشتیم و استدعا میکنم دوستانی که برای نخستین بار به این بحث میپیوندن و بحث های من ممکنه تا حدودی هم به سلام مناقش آمیز باشه، عصبی کننده باشه و برخلاف اون چه باشه که اون تلقی هایی باشه که در فضای مجازی هست، پیشنهادم اینه که حتما دوستان به اون 12 یا 13 جلسه گذشته رجوع بکنن. شاید اگر به اون جلسات رجوع کنن حرفای امشب من خیلی هم براشون غیر مترقبه نباشه بر اساس اون مقدمات. نکته دیگر این که خب در این 12-13 جلسه دوستان گروه بیژن ابروکریمی پرسش های زیادی رو مطرح کردن و ما هنوز به پرسش ها نرسیدیم. شاید یکی دو جلسه دیگه هم بحث من ادامه داشته باشه و من بتونم به اصطلاح به اصطلاح پرسش و پاس خواب بپردازم و پرسش ها رو جواب بدم. لذا از دوستان استدعا دارم که پرسش ها رو برای تیم ادمین بفرستن تدوین کنن. انشالله در چند جلسه آینده شاید یک فرصت دیگه باشه که من بتونم در خدمتون باشم و به بحث در مورد پرسش ها بپردازم. در جلسات گذشته من چند تا معضله یا پرابلماتیک رو در مورد ایران بیان کردم. اولیش این بود که عموما ما با یک ذهنیت غیر تاریخی در مورد مسائل ایران میاندیشیم و وقتی راجع به مسائل امروزمون صحبت میکنیم کمتر مسائل امروز رو در تاریخ چند قرنه به خصوص تاریخ 700-800 سال اخیر بررسی میکنیم و وقتی از کشورهای اروپایی صحبت میکنیم کمتر به تاریخ به صلاح حداقل 1000 ساله این کشورها توجه داریم. و نکته دومی که مسائل ایران رو خارج از تاریخ جهانی بررسی میکنیم و گویی میتوانیم سرنوشت کشورمون رو مستقل از تاریخ جهانی بررسی بکنیم.
و نکته دیگر گفتم که یکی از پرابلم ها اینه که ما در واقع وقتی توسعه صحبت میکنیم معمولا الگویی که در کشورهای غربی، کشورهای کلاسیک غربی شکل گرفته، اون رو الگوی ذهنی خودمون قرار میدیم و در سرزمینی مثل ایران که در واقع اون تاریخ گذشته کشورهای توسعه یافته غربی رو نداره، انتظار ظهور نهادها، نتایج و پیامدهایی رو داریم بیان که اون تاریخ رو داشته باشیم و میکوشیم ایدولوژی رو در واقع جانشین نهادهایی بکنیم که در یک گستره تاریخی در کشورهای غربی شکل گرفتن، اما در کشور ما چون اون تاریخ رو نداشتیم این نهادها هم شکل نگرفتن، مثل پارلمان در معنای حقیقی، مثل نهاد ریاست جمهوری، مثل نهاد ژورنالیسم، مثل تفکیک قوا و خیلی از امور دیگه. همچنین یکی از پرابلماتیک‌ها این بود که مسئله اصلی ما توسعه نایافتگیه، اما متاسفانه ذهن اکثر قریب اتفاق جوانان و روشنفکران ما معطوف به مسئله حوزه سیاست و نقد حوزه سیاست، در صورتی که بسیاری از بحران‌های سیاسی ما حاصل توسعه نایافتگی ماست و ما این رو کمتر درک میکنیم و در واقع عمدتاً ما معلول رو جای علت می نشونیم. یکی دیگه از پرابلماتیکی هایی که در واقع من در جلسات گذشته ذکر کردم و در موردش نسبتاً به نحو مبسوطی بحث کردم اینه که این توهمه که فکر کنیم در جوامع توسعه نایافته مثل کشور ما امری به نام جامعه مدنی وجود داره و ما فکر میکنیم جامعه مدنی یعنی مثلا روشنفکران، جامعه مدنی یعنی دانشجویان، جامعه مدنی یعنی کارگردانها، هنرمندها، تولید کنندگان برنامه های رادیو تلویزیونی و نویسندگان شعرا و فلاسفه فرزند، در صورتی که جامعه مدنی در واقع اون قدرت اجتماعی است که میتواند واسطه بین افراد جامعه، نهاد خانواده با قدرت سیاسی قرار بگیره و قدرت سیاسی رو کنترل بکنه. همین که در جوامعی مثل جامعه ما که فقط مختص کشور ما نیست و ما وجوه مشترکی زندگی اجتماعی سیاسیمون با جوامع دیگه ای داره، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل کشورهای آفریقایی، مثل بعضی از کشورهای آمریکایی لاتین، یعنی اینها حاصل علارغم تفاوت‌هایی که داریم، تفاوت‌های فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی، اما ساختارهای اجتماعی مشترکی داریم و ما باید به این ساختار بیاندیشیم. به هر حال ما یک پرابلماتیکی که من مطرح کردم اینه که در جوامعی که جامعه مدنی وجود نداره چگونه میشه قدرت سیاسی رو کنترل کرد، چگونه میشه به نهادهای دموکراتیک رسید و این فرض نامبرهن و نادرست که در کشورهای مثل ما جامعه مدنی وجود داره در واقع یکی از اون خطاهای بزرگی است که جریان روشنفکری ما انجام داده. به هر حال این بحثا رو من در اون 12-13 جلسه داشتم و امروز میکوشم یک پرابلماتیک تازه‌ای رو تحت عنوان پرابلماتیک منافع ملی مطرح بکنم. خب صحبت امشب من در مورد منافع ملیه. اینکه منافع ملی ایران چیه؟ خب واقعیتش اینه که ممکنه ما این سوال رو خیلی جوابش رو بدیهی بگیریم و ساده بگیریم و فکر کنیم که واقعا میدونیم پاسخ این پرسش که منافع ملی چیه، پاسخش رو میدونیم، روشن. ممکنه بگید خب منافع ملی ما اینه که روز به روز ملت ما رفاه بیشتری پیدا کنن، روز به روز ملت ما در صلح و آرامش بیشتری باشه، روز به روز امکانات زندگی بیشتر شه. خب حالا سوال یه قدم به عقب برمیگرده، خب چگونه میتوانیم صلح رو برای کشورمون متحقق کنیم؟ چگونه میتوانیم رفاه رو در کشورمون بیشتر متحقق کنیم؟ عوامانه ترین جواب اینه که کاملا روشنه، کاملا بدیهیه که منافع ملی ما چیه و من میخوام یک مقداری در مورد این مسئله انقلت بکنم، یعنی میخوام بگم در واقع هر کسی از ظن خودش منافع ملی رو به اصطلاح تعریف میکنه. خب من نمیخوام وارد مناقشات سیاسی بشم
کارم این نیست و میخوام امشب کار دیگری انجام بدم. نمیخوام، این یک مناقشه سیاسی است که هر جریان سیاسی از ظن خودش و از گمان خودش منافع ملی رو تامین بکنه. اما سوالی که میخوام مطرح بکنم و از راستای اون سوال در مورد مسئله یا پرابلماتیک منافع ملی بیانشیم اینه: براستی مکانیسم تحقق منافع ملی یک کشور چیه؟ آیا منافع ملی صرف یک ایده است؟ یا مکانیزمی باید وجود داشته باشه تا منافع ملی تحقق پیدا کنه؟ میدونم دوستان حاضر جواب، دوستانی که بیشتر پاسخ هستن تا پرسش، خواهند گفت که بله، باید کشور دموکراسی باشه، باید حکومت نماینده مردم باشه و بتونه. این پاسخ ها خب یک دو قرنی هست که از زمان مشروطه به این سو ما این پاسخ ها رو دادیم و آنچنان هم به جواب نرسیدیم. من میخوام امروز یک تصور بسیار بسیار نادرست رو که در ذهن اکثر قریب به اتفاق ما ایرانی ها وجود داره، در ذهن متاسفانه حتی اکثر قریب به اتفاق روشنفکران و جوانان ما هم وجود داره، اینه که بسیاری از ما ایرانی ها، حتی نخبه های ما، حتی روشنفکران ما، حتی دانشگاهیان ما، دانشجویان ما، جوانان ما، پولیتیکال اکتیویست های ما، فعالان سیاسی ما که به هر حال سرمایه های این کشور هستن، تلقی بسیار بسیار نادرستی از ایده منافع ملی دارن که یک ایده کاملا مدرنه. یعنی با ظهور دولت ملت های مدرن مفهوم منافع ملی هم شکل گرفت. این منطق نادرست، این تصور نادرست، این ایده نادرست عبارت از این است که ما فکر بکنیم منافع ملی حاصل اجماع آرای شهروندان یک کشور. یعنی این تصور بسیار بسیار تصور نادرستی است که ما فکر کنیم منافع ملی یک کشور عبارت از این است که ما یک صندوق رأی بیاریم، یک انتخابات انجام بدیم و بگیم مردم، مثلا کارگران، صنعتگران، کارمندان، سیاسیون، لشکریون، دانشگاهیان، از نظر شما منافع ملی چیست و چگونه متحقق می شود و ما یه رأی گیری بکنیم و سرجم رأی اکثریت بشود منافع ملی. این اون تصوری است که آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه بر ذهن اکثر ما ایرانی ها و حتی متاسفانه روشنفکران ما غالبه و من میخوام این تصور رو به چالش بگیرم. همه سخن من اینه که منافع ملی حاصل جمع آرای مردم نیست، منافع ملی حاصل جمع آرای اکثریت یک ملت نیست. یعنی چنین نیست که مردم جمع بشن و تصمیم بگیرن که منافع ملی چی باید باشه یا منافع ملی چیه، اونها بیان بکنن. پیرو همه اون بحثایی که من در جلسات گذشته داشتم و تأکید داشتم که ما باید یک شیفت پارادایمی بکنیم و از منطق دکارتی کانتی که میگه من فکر میکنم پس هستم و تفکر رو پایه و بنیان هستی اجتماعی و نحوه بودن ما قرار میده، ما باید یک شیفت پارادایمی بکنیم و منطق خودمون رو به منطق تفکر مارکسی، هگلی مارکسی، هایدگری تغییر بدیم. هستم پس می اندیشم، نه اینکه می اندیشم پس هستم، فکر میکنم پس هستم، کوجیتو ارگو سوم، نه، هستم پس می اندیشم. یعنی نحوه هستی ماست که شیوه تفکر ما رو تغییر میده. اگر این انقلاب، اگر این شیفت صورت بگیره، به نظر ما میتونیم بر خیلی از انسدادها غلبه پیدا کنیم. در بحث منافع ملی هم
حرف من اینه که منافع ملی صرف یک ایده نیست، منافع ملی صرف یک اندیشه نیست، منافع ملی یک نحوه حیات اجتماعی است، منافع ملی یک نحوه تحقق حیات اجتماعی است، منافع ملی یک نحوه تحقق مناسبات اجتماعی است. یعنی چی؟ به این معنا که در جوامع مدرن در یک روند طولانی تاریخی یک ساختار اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته که مشخصا مرادم نظام سرمایه‌داریه، در این ساختار افراد راجب منافع ملی بحث نمی کنن، یا اگر بحث بکنن هسته اصلی و مرکزی منافع ملی در بحث‌های روزنامه ها و مجالس قانونگذارین ها نیست، بلکه در جوامع غربی، در جوامع کلاسیک و توسعه یافته غربی در دوران مدرن در یک روند چند قرنه تاریخی یک ساختار اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت که در این ساختار افراد به دنبال منافع فردی خودشونن، افراد به فکر منافع ملی نیستن، که افراد به دنبال منافع فردی خودشونن. اما این ساختار اجتماعی به گونه ایست که وقتی تک تک افراد به دنبال منافع فردی خودشون هستن، در مجموع حاصل جمع تلاش افراد برای منافع فردی خودشون تحقق بخش منافع ملی هم. این حرف فکر میکنم حرف خیلی دشواری نباشه. یعنی در جوامع غربی یک سرمایه دار کارخونه خودش رو میزنه، کار ایجاد میکنه، مواد خام رو تهیه میکنه، تبدیل به کالا میکنه، ارزش افزوده انجام میده، ایجاد میکنه، ارزش افزوده ایجاد میکنه، این کالاها رو صادر میکنه. برای چی؟ برای سود خودش، برای منافع خودش، برای منافع خودش، نه برای رضای خدا، نه برای خدمت جامعه. اما او که برای منافع فردیش تلاش میکنه، سودی که ایجاد میکنه، شغلی که ایجاد میکنه، کالایی که صادر میکنه، ارزی که وارد میکنه، همه اینها به نفع کشوره، منافع ملی رو ایجاد میکنه. در واقع منافع ملی نوعی ساختار و نظام اجتماعیه که فرد در بستر حرکت خودش برای تأمین منافع فردی به طور طبیعی منافع جمعی رو محقق می‌سازه. گفتم وقتی یک تولید کننده کالاش رو صادر می‌کنه، نه اینکه به دنبال تحقق منافع ملی باشه، بلکه فقط در جهت سود بیشتره تا کالاش رو بیشتر بفروشه تا منافع فردی خودش رو تأمین بکنه، محقق بکنه. اما در همین حال، در حالی که برای منافع فردی خودش تلاش میکنه، منافع ملی رو هم متحقق میکنه. یعنی وقتی با کالاش رو صادر کرد، منابعی هم برای کشور ایجاد میکنه. به عبارت دیگه منافع ملی نه حاصل جمع آرا و اندیشه های افراد یک جامعه، بلکه منافع ملی حاصل جمع کنش افراد جامعه است، و نه حاصل جمع ایده های اونها، بلکه حاصل جمع کنش های اونهاست، و این چیزیست که ما کمتر بهش توجه داریم. بسیاری از روشنفکران ایرانی تصور میکنند منافع ملی یعنی جمع آرا و ایده های مردم، و با این پیش فرض نادرست این سؤال رو مطرح میکنند که چه کسی باید منافع ملی رو ایجاد بکنه؟
و میگن منافع ملی، چون تصور نادرست اینه که منافع ملی حاصل جمع رأی مردمه، حکومت هم به رأی اکثر مردم به اصطلاح وقعی قائل نیست، پس ما برای رسیدن به منافع ملی باید حکومت رو تغییر بدیم و یک حکومت دموکرات بیاریم رو کار که این حکومت دموکرات تامین کننده منافع ملی باشه. یعنی چی تامین کننده منافع ملی باشه؟ یعنی جمع اکثر افراد رو رأیشون رو گوش بده. اما ما حکومت رو سرنگون میکنیم، انقلاب میکنیم، یک حکومت انقلابی مثل انقلاب ایران میاریم رو کار، دوباره میگیم این پدر سوخته ها باز منافع ملی رو تامین نکردن، اینها باز به حرف ملت گوش نمیدن. همه یه حرف من اینه، ما دائما داریم قدرت سیاسی رو نقد میکنیم که در واقع منافع ملی رو تأمین نمیکنه و مرادمون اینه که در واقع به حرف اکثریت مردم تن نمیده. حالا اینکه اکثریت مخالفان اکثریت هستن یا نه، دیگه بحث سیاسی است که من وارد این بحث نمیشم. فعلا هسته اصلی بحث من تأمل بر ایده به اصطلاح مفهوم منافع ملی است. حالا پرابلماتیک ما اینه، این ساختار و مناسبات اجتماعی اقتصادی در کشور وجود نداره، لذا هر قدرت سیاسی بیاد تا زمانی که اون ساختار شکل نگرفته، هر جریانی رو کار بیاد بر اساس ایده ها و آرای خودش فکر میکنه منافع ملی تنها و تنها در پرتو اندیشه های جریان مورد اعتقاد اوه که میتونه منافع ملی رو محقق بکنه، و هر کسی که با اندیشه او مخالفت بورزه در جهت خیانت به منافع ملی گام بر میداره. باز این تجربه تاریخی رو من تکرار میکنم و میدونم حرفم تا حدودی تکرار شده. زمان شاه ما یک حکومتی داشتیم که میخواست با نظام جهانی ارتباط برقرار کنه، بهترین روابط رو با آمریکا داشته باشه، بهترین روابط رو با اسرائیل داشته باشه، با تمام کشورهای همسایه در واقع مناسبات داشته باشه، با نظام جهانی مناسبات داشته باشه. فرهنگ سکولار بود و کافه ها باز بود، مشروب فروشی ها باز بود، محدودیت های یک جامعه به اصطلاح مذهبی رو که بعد از انقلاب تجربه کردیم نداشت. اما روشنفکران ما میگفتن که حکومت پهلوی در جهت خیانت به منافع ملی حرکت میکنه. بعد یک انقلاب کردیم، نظام سیاسی اجتماعی دگرگون شد، فرهنگ دگرگون شد، در واقع به این معنا که حکومت جهتگیری های فرهنگی شد دگرگون کرد، گرایشات مذهبی شد، از در و دیوار آیه قرآن و حدیث و روایت زدیم، اسمای خیابونا رو تغییر دادیم و تحولاتی که در این 40 سال سیاست ها همه تغییر کرد، با نظام جهانی در افتادیم، خواستیم با نظام استکبار بجنگیم. و باز حالا روشنفکران ما میگن که این حکومت در جهت منافع ملی حرکت نمی کنه. من اینجا نمیخوام از شاه دفاع بکنم، نمیخوام از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنم، نمیخوام شاه رو نقد بزنم، نمیخوام جمهوری اسلامی رو نقد بزنم. اینها بحثای سیاسی است. اهل سیاست برن بحث بکنن. اما من حرف دیگری دارم، دارم از یک اشل دیگری دارم صحبت میکنم. حرف من اینه که منافع ملی حاصل یک ساختار اجتماعی اقتصادی است که در جوامع مدرن غربی شکل گرفته. این ساختار بستری رو فراهم کرد که افراد برای منافع فردی خودشون حرکت میکنن و اینها سودی رو ایجاد میکنن برای خودشون، اما از سرجمع کنش در واقع فعالیت های افراد در این ساختار و مناسبات اجتماعی اقتصادی منفعتی برای جامعه ایجاد میشه. لذا درآمد این کشورها، درآمد سرانشون بسیار بالاست و این امکانات ایجاد میکنه براشون و قدرت
ایجاد میکنه. اما وقتی این ساختار وجود نداره، هر جریانی میخواد این جریان مذهبی باشه، میخواد سکولار باشه، میخواد کمونیست بیدین باشه، میخواد یک جریان افراطی داعشی باشه، نمیدونم شیعه باشه، سنی باشه، بودایی باشه، هرچی، هر نظامی رو کار بیاد میکوشه بر اساس آرا و ایده های خودش منافع ملی رو تأمین بکنه و بی تردید آرا و اندیشه های او از نظر مخالفان او تأمین کننده منافع ملی نیست، چرا که جریانات مخالف آرا و اندیشه های خودشون رو تأمین کننده منافع ملی میدونن. اما اگر همون مخالفان هم روی کار بیان و بخوان سیاست های خودشون رو دنبال بکنن، باز عده‌ای هستن که میگوین این به اصطلاح ایده ها تأمین کننده منافع ملی ما نیست. نتیجه حرفم اینه که این چیزی که روشن فکر ما نمی اندیشه و اون این که ما نیازمند یک نحوه دیگری از صورتبندی مسئله منافع ملی خودمون هستیم و ما در اینجا هم نیازمند یک شیفت پارادایمی در اندیشه سیاسی خودمون هستیم. ما نیاز داریم یک شیفت پارادایمی انجام بدیم تا منافع ملی رو نه در جمع ایده ها بلکه در حاصل جمع کنش های واقعی افراد در زندگی طبیعیشون جستجو بکنیم، نه اینکه منافع ملی رو صرفاً در مواضع سیاسی و ایدولوژیک اونها دنبال بکنیم. حرف من اینه تمام انگشت اشاره روشنفکران ما معطوف به قدرت سیاسیه و میگه مرگ بر این قدرت سیاسی که نمیتونه منافع ملی ما رو تأمین بکنه، بی خبر از اینکه باید اتفاقی در خود جامعه بیفته که این جامعه بتواند منافع ملی رو تحقق ببخشه و این اتفاق از سنخ به اصطلاح مسائل سیاسی نیست. خب وقتی اون ساختار وجود نداره اون مناسبات وجود نداره، چه اتفاق میفته؟ نتیجهش این میشه که در بسیاری از مواقع کنش های افراد جامعه، تلاش هاشون و دوندگی هاشون برای منافع فردیشون که در جوامع توسعه یافته تلاش های فردی برای منافع فردی به منافع ملی منتهی می شود، در جوامعی مثل جامعه ما برعکس تلاش های تک تک ما در جهت منافع فردی و منافع زندگیمون آگاهانه یا ناآگاهانه و البته بیشتر ناآگاهانه در تضاد با منافع ملیه. یعنی تک تک ما، حالا با یه مقدار مبالغه، تک تک ما به نحوی خودمون در جهت تضاد، در تضاد با منافع ملیمون داریم حرکت میکنیم. ببینید هم منافع ملی هم ضدیت با منافع ملی رو با یک مثالی مشخص کنم. ببینید این روزها قیمت دلار داره میره بالا و پول ملی در برابر ارزهای خارجی داره ضعیف و ضعیفتر میشه. وقتی پول ملی سقوط پیدا میکنه، قدرت خرید ما، قدرت مصرف ما ضعیف میشه، یعنی ما ضعیف و ضعیفتر میشیم. یعنی من استاد دانشگاه هم امروز سفرم داره روز به روز کوچک و کوچکتر میشه، من استاد دانشگاه هم امروز در واقع خورد و خوراک برام یک مسئله شده. خب همه ما این شرایط رو امروز احساس میکنیم. خب وقتی ارزش دلار بالا میره و پول ملی سقوط میکنه، ما چه کار میکنیم؟ بحث روانشناسانه نمیکنم، ما از یه فرد دو فرد داریم جریان عمومی کشور رو مثال میزنیم. در سراسر کشورهای مثل ما چنینه، فقط هم قصه مربوط به ایران نیست. عموم ما بازارهای ارز هجوم میبریم،
عموم ما به بازار طلا هجوم میبریم. اکثریت قریب به اتفاق کشور، افراد جامعه، میریم پولمون رو به دلار تبدیل کنیم، میریم پولمون رو به یورو تبدیل کنیم، میریم پولمون رو به سکه تبدیل کنیم، میریم پولمون رو به ماشین تبدیل بکنیم، میریم پولمون رو به زمین تبدیل بکنیم. چرا؟ برای اینکه ارزش پولمون رو حفظ بکنیم. اما این کار خیانت به منافع ملی کشوره. یعنی هر کدوم از ما که میریم سکه میخریم، هر کدوم از ما که میریم دلار میخریم و توی بالش های خونمون قایم میکنیم، هر کدوم از ما که پولمون رو در واقع پولمون رو به سکه و ارز و زمین و آپارتمان تبدیل میکنیم. خب من در شهر پردیس زندگی میکنم، کی میتونست باور بکنه در پردیس که آپارتمان بود مثلا تا 6 سال پیش متر 1,200,000 1,300,000 با 100 تومن میشد یه آپارتمان خرید، امروز مثلا صحبت از آپارتمان متر 40 میلیون تومنه. و یکی از سلبریتی ها که همه تون میشناسید، این اواخر یه آپارتمانی، یه پنت هاوسی 14 میلیارد در شهر پردیس خریداری کرده. خب یعنی همه ما به نحوی در ضعیف شدن خودمون داریم کمک میکنیم. آیا میتوانیم به لحاظ اخلاقی محکوم بکنیم؟ آیا میتونیم به لحاظ اخلاقی محکوم بکنیم؟ نه. وقتی پول ملی داره ضعیف میشه، وقتی من هر روز از خواب پا میشم میبینم 10%، 15%، 20% از دارایی های من ارزشش کم شده، یعنی اگر مثلا 20 میلیون تو بانک داشتم، این 20 میلیون رو میتونستم یک پراید مثلا مدل مثلا 80 بخرم، الان این میتونم فقط یه موتورسیکلت مثلا بخرم. خب این به معنی که من بخش از داراییم رو از دست دادم و برای اینکه بقا داشته باشم در یک چنین جامعه ای، ناچارم برم پولم رو تبدیل به کالا کنم. وقتی پولم رو تبدیل به کالا میکنم، قیمت کالاها میره بالاتر. همینجور در واقع اکاشی هنرمندی بود، یک بار این ایده رو به یک نقاش دادم، گفت که انجام میدم و گفت دارم انجام میدم، نمیدونم، من هنرمند نیستم، من نقاش نیستم. اکاش میتونستم قدرت هنری داشتم یک جهنمی رو بکشم که همه افراد این جهنم هیزم کش این جهنم هن. یعنی خودشون آتش بیاره این جهنم هن. یعنی هر کدوم دارن رو کولشون هیزم هایی رو میارن که آتش این جهنم رو شعله ورتر کنن. این وضعیت جوامعی مثل ماست. خود ما، حتی من عبدالکریمی در مقام یک استاد دانشگاه که این مسئله رو میفهمم، گریزی ندارم که وقتی پول ملی داره تضعیف میشه، من هم از ترس اینکه به اصطلاح آنچه که دارم رو از دست ندم و فردا بتونم بقام رو ادامه بدم، من هم ناچارم علارغم میل باطنیم بدام فرضاً برم چهارراه استانبول مثلا با پولی که دارم، یه 100 دلار 200 دلار یا مثلا 300 دلار یوروی چیزی بخرم بیام بذارم تا بتونم برای خودم امنیت ایجاد کنم. این ساختار هاست. این بحث سیاسی نیست. این بحث سیاسی نیست. این ساختار اجتماعی اقتصادی ماست. بس همونجور که تک تک ما ممکنه کنش ما در جهت ضد منافع ملی باشه که هست و گریزی هم نیست، یعنی نباید اینجا اخلاق رو وارد بکنیم، بلکه باید دنبال یک فهم ساختاری باشیم و در جهت تغییر این ساختار باشیم. در جوامع توسعه یافته برعکس، تک تک افراد برای خودشون میدوئن اما منافع ملی رو تأمین میکنن. خب حالا همه حرف من، حالا میفهمید که وقتی میگم منافع ملی حاصل جمع رأی افراد نیست، بلکه منافع ملی حاصل جمع کنش افراده، حالا این سخن به نظر فکر میکنم تا حدودی ملموس بشه. حالا حرف من اینه،
که بعد از انقلاب مشروطه، بعد از نهضت ملی، بعد از انقلاب ایران، بعد از 41 2 سال که از انقلاب ما گذشته، هنوز ما وقتی بحث از منافع ملی میکنیم انتظار داریم حکومت تأمین کننده منافع ملی باشه. نمیگم حکومت باید خیانت کنه، نمیگم حکومت نباید نسبت به منافع ملی حساس باشه، اصلا بحثم اینها نیست. من چقدر وحشت دارم از ذهنای کجندیش که اصلا محل اصلی بحث رو سرکوب میکنن و جور دیگری حرفا رو وانمود میدن. حرفم اینه که وقتی اون ساختار وجود نداره، منافع ملی هم تحقق پیدا نمیکنه. من یک تجربه ای رو بیان میکنم. این تجربه رو فکر میکنم چندین بار مطرح کردم، اگر تکراریه پوزش میخوام. میدونه که من بین سالهای 81 تا 83 درست 2 سال تمام من در یکی از کشورهای آفریقایی زندگی میکردم، در کشور ایوریکاست یا ساحل آج. خب این کشور فرانکفون بود، فرانسه زبان بود و در واقع جزو مستعمرات فرانسه بود. حالا هم در واقع فرانسه اونجا قدرت اصلی است، البته کشورهای دیگه هم بودن، لبنانی ها اونجا زیاد بودن، حزب الله لبنان حضور داشت. حزب الله لبنان که میگم یک گروه نظامی نگید، مردم لبنانی که تعلق خاطری هم به حزب الله داشتن کاسبی میکردن. پاکستانی ها بودن، ترکیه ها بودن، چینی ها بودن، آمریکایی ها بودن، انگلیسی ها بودن و هر کس در یه حوزه فعالیت میکرد. در این کشور سال آج فروشگاه های وجود داشت، به اصطلاح این فروشگاه ها شبیه شهروند ما، منطقه که فروشگاه های شهروند ما در واقع خیلی کوچیک بود در برابر اونها. فرض کنید وسعتش به اندازه فروشگاه های شهروند بود، اما مثلا 5 طبقه 6 طبقه. و در این فروشگاه ها بیش از 100,000 نوع کالا وجود داشت. بیش از 100,000 نوع کالا، یعنی هر آنچه که به مخیله شما خطور کنه که برای زندگی افراد لازم باشه وجود داشت. از تلویزیون، تخت خواب، سرویس بهداشتی، کاسه توالت، فرش، تا غذای سگ، تا کرم برای ماهیگیری و و و هر آنچه که فکر کنید، ماکارونی و رب و دیگه اینا، ادویجات و اینا همه دیگه معلوم بود. از مثلا اره برقی برای بریدن تا لوازم کشاورزی، 100,000 نوع کالا. همه چی توش پیدا میکردید، ادویه هندی، سیگار برگ کوبایی، نمیدونم فرض کنید توت فرنگی نمیدونم فلان کشور میومد، میوه، گل. دریغ از یک کالای ایرانی، دریغ از یک کالای ایرانی. حتی من دنبال زعفرون گشتم، زعفران اسپانیایی وجود داشت، اما زعفران ایرانی در ساحل آج وجود نداشت. خب ببینید این یک مسئله سیاسی نیست. چنین نیست که جمهوری اسلامی قدرت سیاسی در واقع مانع از این است که، حالا میدونم بحث‌های سیاسی زیادی خواهید کرد و بحث تحریم‌ها و بحث مبارزه با آمریکا و بحث مرگ بر اسرائیل، اما اون هسته مرکزی بحث من رو زمان شاه هم چنین بود، در دوران پهلوی هم چنین نبود که بازارهای اروپایی و آمریکایی رو صنایع ما به اصطلاح فتح کرده باشن. میخوام بگم بحث در سطح سیاسی نیست. حالا فکر میکنید سفارتخونه های ما در کشورهای دیگه چه کار باید بکنن؟ خب اگر یک کشوری مثل خیلی از کشورهای صنعتی دنیا در نظر بگیرید، مثل سفارت فرانسه، مثل سفارت انگلیس، مثل سفارت نروژ،
این سفارت مسئولیتی داره، او کاتالوگ هایی داره با بازرگانان ما، با مراکز مختلف ما، با ارتش ما فرض کنید، میشینه چانه زنی میکنه تا اجناس اروپایی رو بفروشه، تا در اون کارخونه که این اجناس در ایران مصرف میشه کارگرش کار بکنه و منافع او هم تأمین بشه. اما در یک چنین ساختاری وقتی در کشور ما وجود نداره، درست همون گونه که جامعه مدنی وجود نداره، اون جامعه مدنی است که باید این ساختار رو شکل بده، و چون اون جامعه مدنی نیست، این ساختار به تعبیر دیگه وجود نداره، سفیر ما در کشور دیگه چیکار میتونه بکنه؟ ناچار فقط به کار تبلیغات به انقلاب اسلامی بپردازه، چهار تا پوستر بزنه، یا مثلا به فکر خرید و فروش آج برای خودش باشه، یا قاچاق بکنه، یا تو استخر نمیدونم استخر دست به سر به اصطلاح استخری که مثلا دو تا خانم هم اونجا هستن، برو به طور اتفاقی دستش به پای یک دختر مثلا کوبایی بخوره مثلا، اینطوری میشه دیگه. حالا این فساد اخلاقی است قبول، فساد سیاسی است قبول، اما هسته مرکزی اینه که اون پشوانه‌ای که باید باشه، اون پتانسیل اجتماعی تاریخی که باید باشه، که اون سفیر رو وادار بکنه که کاری بکنه که کالاهای این کشور رو بتونه به اصطلاح اونجا عرضه بکنه، این ساختار در کشور ما وجود نداره. خب حالا بحث من اینه، که در خصوص تحقق منافع ملی ما باید به این ساختار بیاندیشیم. روشن فکر ما نمیاندیشه و تمام هم مقبل شده بحث سیاسی. همه ی حرف من اینه که چنین نیست که مردم تصمیم بگیرن منافع ملی چیه و منافع ملی رو تأمین کنن، بلکه ما باید به این ساختار اجتماعی دست پیدا کنیم که وقتی مردم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه در بستر این ساختار برای خودشون میدوئن و در راستای منافع فردی خودشون تلاش میکنن، خود به خود حرکت اونها منافع ملی و جمعی ما رو محقق کنه. اما ما بعد از 40 سال انقلاب هنوز به این ساختار پی نبردیم، هنوز به این ساختار نیندیشیدیم که چگونه، دقت کنید، چگونه به ساختاری بیاندیشیم، به ساختاری بیاندیشیم که مردم در این ساختار به طور طبیعی زندگیشونو بکنن اما در همون حال منافع دیگران، منافع ملی، منافع جامعه رو محقق کنن. خب حالا این ساختار وجود نداره در کشورهای مثل کشور ما، نه ایران، نه عراق، نه لبنان، این ساختار وجود نداره. خب هر دولتی بیاد، هر حکومتی سر کار بیاد، منافع ملی رو چگونه تأمین میکنه؟ فرض بکنید که ما بتوانیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. ها؟ حکومت بعدی بیاد، با توجه به اینکه اون ساختار وجود نداره، باز یه عده رو کار میاد که میگن منافع ملی رو ما تشخیص میدیم، و گروه دیگری خواهند گفت نه، ما با این آرا مخالفیم. باز خود اون براندازها، خود اون مخالفها، خود اون اپوزیسیونها در واقع در جایگاه قدرت سیاسی قرار میگیرن و باز یه عده‌ای میگن که منافع ملی تأمین نشد، و باز بحثها در سطح اندیشه است، یا بحثها در سطح ایدولوژیه، یا بحثها در سطح سیاسته. اتفاقی که با انقلاب ما نسبت به حکومت شاه افتاد، همون انتقاداتی که انقلابیون ما به قدرت سیاسی کردن، امروز مورد اتهام همون انتقادا هستند. یعنی انقلابیون ما معتقد بودن که حکومت شاه نماینده منافع ملی ما نیست، اما انقلابیون ما اصلا نفهمیدن که منافع ملی حاصل ساختاری است که زمان شاه هم وجود نداشت، و شاه ننه مردم نمیتوانست در واقع یک چنین ساختاری رو به اصطلاح که وجود نداره بخواد نمایندگی بکنه. حالا خود این انقلابیون از طرف مخالفانشون مورد اتهامن که در واقع منافع ملی رو تأمین نمیکنه. وقتی ما میگیم یه قدرت سیاسی منافع ملی رو تأمین نمیکنه، عمدتاً در جوامعی مثل جامعه ما به این معناست که وضعیت با ایده های ذهنی اونها منطبق نیست.
واقعا من دلیلی ندارم، نمیدونم واقعا، که قسم بخورم که حکومت پهلوی اراده کرده بود که کشور ما رو بفروشه به خارجی ها. واقعا نمیدونم، نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم و بگم که حکومت پهلوی تمام تلاشش این بود که ملت ایران روز به روز ضعیفتر شه تا جیب آمریکایی پر شه. حالا این یه بحث دیگه است که البته پایگاه مردمی نداشت، ناچار بود به قدرت‌های خارجی تکیه بکنه، یه بحث دیگه است. اما اینکه رضا شاه و محمد رضا شاه قصد داشتند که خائن بودن و اصالتا ایرانی نبودن و دوست نداشتن این کشور مردمش زندگی بهتری داشته باشند و دروغ میگفتند و اینها تربیت شده های موساد بودن و تربیت شده های مثلا CIA بودن، خب واقعا من چنین اعتقادی ندارم. اما از نظر مخالفانشون، اونها نماینده منافع ملی نبود. من یه خاطره از مهندس عزت الله صحابی بگم. خب صحابی یک انقلابی بود و به هیچ وجه فرد بسته ای نبود، اهل فکر بود. میگفت ما در زندان شاه بودیم، روزنامه میخوندیم. یکی از کارهایی که سیاسیون در زندان میکردن، حلقه تشکیل میدادن و اخبار میخوندن، تحلیل سیاسی میکردن. این در زمان زندان های زمان شاه بود. میگفت خبری خوندیم که به اصطلاح وزارت کشاورزی قرار حدود مثلا 30,000 تا بز رو بکشن برای اینکه سم به اصطلاح بزها وقتی تو کوه حرکت کنن پوشش گیاهی رو به میبره و ریزش خاک رو بیشتر میکنه و و و و. میگفت ما نشستیم تحلیل کردیم، چون حکومت پهلوی وابسته به امپریالیسمه و در جهت منافع اونها حرکت میکنه و میخواد کشور بازار کالاهای کشاورزی اونها باشه و میخواد کشاورزی ایران رو نابود کنه و چون میخواد دامداری رو نابود کنه تصمیم گرفته 30,000 تا گوسفند رو بز رو بکشه. میگفتن که چند یکی دو دهه گذشت، انقلاب شد. من در اولین مهندس آبی در اولین دوره به اصطلاح نماینده های مجلس انتخاب شدم و من عضو کمیسیون مربوط به برنامه بودجه بودم یا بازم مربوط به وزارت کشاورزی. اولین نشست ما با این طرح مواجه شدیم که چیزی حدود 300,000 بز رو باید بکشیم تا فرسایش به اصطلاح خاک رو ممانعت به عمل آوریم. من میخوام نگاه بکنید، میخوام به این بیندیشید چه اتفاقی افتاده. فقط اینه که یک دوره یک منتالیتی و ذهنیتی وجود داشت، وقتی با واقعیت عملی مواجه میشیم این منتالیتی فرو میریزه و خودمون ناچاریم همون موازهی رو پیش بگیریم که در واقع یه زمانی اپوزیسیون این موازه بودیم و مخالف و نقاد این موازه بودیم. خب چه نتیجهی میخوام بگیرم من؟ نتیجهم مشخصه، ما اسیر یک دور باطل شدیم. ما پیوسته معلول رو جای علت می نشونیم. ما دو قرن، ما روشنفکران، ما کنشگران سیاسی، دو قرن پیوسته با تعارض دولت ملت مدرن مواجهیم. یعنی چون دولت ملت مدرن شکل نگرفته در جامعه ما، ما دائما با تعارض دولت ملت مواجهیم از زمان مشروطه تا به امروز. همواره گفتیم مرگ بر این، درود بر آن. آن رو آوردیم، کردیم این. دوباره گفتیم مرگ بر این، درود بر آن. و این دور دو قرن بر جامعه ما حاکمه و هنوز روشن فکر ما اسیر این دور باطله. حرف من اینه، حرف من اینه که هر قدرت سیاسی بیاد بر اساس ایده های خودش منافع ملی رو دنبال میکنه و از نظر مخالفانش او نمیتواند منافع ملی رو نمایندگی بکنه.
یعنی اگر عبدالکریمی هم فردا روی کار بیاد، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده زبانم لال، باز گروهی خواهند گفت، گروهی که با ایده های عبدالکریمی مخالفن خواهند گفت عبدالکریمی خائن به منافع ملی است و نمیتواند منافع ملی رو تأمین بکنه. نتیجه سخنم اینه، ما دو تا گزاره درباره وضعیت کنونی کشور میتونیم بیان بکنیم. ما درباره قدرت سیاسی کشور دو تا گزاره میتونیم بیان بکنیم. یک، قدرت سیاسی کنونی ضد منافع ملی است و خواهان خیانت به منافع ملی است و همه اینها خائنان به منافع ملی هست. حالا چرا کشته میدن، چرا شهید میدن، چرا جونشون رو کف گذاشتن؟ حالا یا باید بگیم اینها به خاطر حماقت است یا دروغ است یا فریب است، این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که وقتی اون ساختار وجود نداره، ساختاری که ازش صحبت کردم، هر قدرت سیاسی بر اساس ایده های خودش میکوشد منافع ملی رو تامین بکنه و قدرت سیاسی کنونی ما بر اساس ایده های خودش میکوشد منافع ملی کشور رو تامین کنه. البته شما میتونید بگید من با سیاست های قدرت سیاسی کشورم مخالفم، من حرفی ندارم، حرف میتونیم نه، اما نگاه کنید دوتا جمله است، دوتا گزاره است و این دوتا گزاره کشور ما رو با دو فضای مختلف، با دو مسیر مختلف و با دو تقدیر مختلف روبرو میکنه. یکی این که بگوییم قدرت سیاسی کنونی خائن به منافع ملی است، نتیجه این سخن این است که ما باید در جهت سرنگونگی این حکومت خائنان به کشور قیام بکنیم، عمل بکنیم و دائما تضاد دولت ملت رو، تعارضش رو تحریک بکنیم، به لطایف الهلال با هر وسیله شده یک ضربه بزنیم و اینها رو نابود بکنیم. اما یک تلقی دیگه اینه، قدرت سیاسی حاکم میکوشد بر اساس اندیشه های خودش که من قبول ندارم و نادرست است، همه این چیزایی که شما میگی من قبول دارم ها، اما میخواهد منافع ملی را بر اساس آرمان ها، ایدئولوژی، باورهای مذهبی خودش متحقق سازد، اما من با این سیاست ها مخالفم. خیلی خیلی در نحوه مواجهه ما با مسائل سیاسی ما متفاوت خواهد بود. یک کسی ممکنه بگه عبدالکریمی حرفاش آب به آسیاب وضعیت موجود میریزه، عبدالکریمی جهتگیری درستی نسبت مسائل اجتماعی نداره، عبدالکریمی اشتباه میکنه، خب این کاملا طبیعیه، خیلی ها میتونن با حرفای من مخالف باشن، اما اینکه عبدالکریمی اشتباه میکنه یک چیزه، اینکه عبدالکریمی پول گرفته، عبدالکریمی روشن فکر خود فروخته است، عبدالکریمی خائنه یک بحث دیگه است. حکومت قدرت سیاسی هم باید این رو داشته باشه. قدرت سیاسی هم اینکه بگوید عبدالکریمی حرفاش آب با آسیاب نظام جهانی میریزه، در خدمت امپریالیسم، حرفاش همسو با اسرائیل است، یک چیزه، و اینکه عبدالکریمی مزدور موساد و سیاست و پول میگیره تا این حرف رو بزنه یه حرف دیگه است. اینکه یکی اشتباه میکنه یک بحثه و اینکه یکی خیانت میکنه یک بحث دیگه است. عذر میخوام، آخرین فایل صوتی من که حدود 10 دقیقه بود پرید، حقیقتش خسته شدم. اگر اجازه بدید این 10 دقیقه که الان بیان کردم رو من هفته آینده دوباره تکرار بکنم، الان دیگه برام دشواره که دوباره اون 10 دقیقه آخر رو، نمیدونم چرا فایل من خود به خود پرید و آپلود
نشد. شاید دکمه ای رو من اشتباه توی لپتاپم فشار دادم و پرید. من همه شما رو به خدا میسپارم، انشالله سوال ها رو گروه های ادمین جمع بکنن و من در واقع هفته آینده